مجلس ارتجاع همیشه نمایشگاه بحران‌های رژیم بوده، اما در جلسه دیروز چهارشنبه 2 خرداد از بحران و مخمصه اصلی که سراپای رژیم رو دچار تلاطم کرده، یعنی سیاست و استراتژی جدید آمریکا و 12 شرکتی که وزیر خارجه این کشور برای رژیم تعیین کرده، چندان خبری نبود. معلوم میشه که تنها طرح مرتبط با FATF نیست که مسکوت گذاشته شده، بلکه کل این بحث مسکوت گذاشته شده و حرف زدن درباره اون برای اعضای مجلس که وقتی صحبت میکنن بیشتر بندها رو آب میدن ممنوع شده. و تا اونجا که ما شنیدیم و خوندیم، تنها یکی از اعضای مجلس در جلسه دیروز در این باره صحبت کرده، اون هم خیلی به اشاره و به طور غیر مستقیم. بد نیست همین صحبت رو ببینیم و بشنویم. سخنانم را درباره برجام با یک تبریک آغاز می کنم و آن هم نه برای خروج احمقانه آن مرد نادان که هیچ جای تبریک ندارد و نه به خاطر دستاوردهای آن، بلکه به این خاطر که مدیریت برجام در پرتو درایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و تلاش دولت مردان محترم و تیم مذاکره کننده پر افتخار موجب شکل گیری وحدت و انسجام بی سابقه در صفوف ملت بزرگ ایران با همه گرایش‌های فکری و سیاسی در مورد نوع نگاه به رفتارها و بدعهدی‌های آمریکا و استکبار جهانی گردید. خاطر توسعه نفوذ معنوی و سرمایه‌های اجتماعی بین‌المللی و ماهیت انقلاب اسلامی ایران است و الا همگان می‌دانند که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در چارچوب نظارت نهادهای تخصصی بین‌المللی صورت می‌گیرد و مورد تأیید آنهاست. خب از فوشا و پارسای خابیده که بگذریم، ظاهرا تبریک اصلی او به خاطر این استش که خروج آمریکا از برجام و 12 شرطی که وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده باعث شده که مردم یک پارچه پشت رژیم بیایند و این نفوذ معنوی سرمایه اجتماعی رژیم رو بیشتر کرده و دشمنی آمریکا با رژیم هم به همین خاطره. اما ببینیم همین شخص چند جمله بعد راجع به همین به اصطلاح نفوذ معنوی و این سرمایه اجتماعی رژیم چی میگه. آیا ما نباید خجالت بکشیم که مردم عزیز عزیزتر از جان و ولی نعمتان ما برای خرید نان خالی کارت یارانه خود را در نانوایی ها به گرو میگذارند؟ از کلیه فروشی ها که بعضی مشاهده میشود چی؟ آخر چگونه میتوان تحمل کرد که جوانان پاک و غیرتمند دارای تحصیلات عالیه از روی ناچاری به دفاتر من و شما نمایندگان برای پیدا کردن شغل هایی مثل آبدارسی و نگهبانی و مشاغلی از این دست مراجعه می کنند؟ چطور می شود قبول کرد و آزرد خاطر نشد و تأسف نخورد که معلمان و فرهنگیان دلسوز جهت تأمین معیشت و هزینه زندگی راننده سرویس دانش آموزان خود باشند یا مسافرکشی کنند؟ بله، اگه حرفای این نماینده رژیم رو باور کنیم، باید همچنین باور کنیم که مردم ایران دچار مازوخیسم و خودآزاری هستند، چون عاشق و دلباخته رژیمی هستند که اونها رو غرق انواع مصیبت ها از فقر و گرسنگی و بیکاری و فروش کلیه و چشم و بچه هاشون کرده. بگذاریم. اما در دستور کار جلسه دیروز مجلس بررسی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هم بود، گویا برای اینکه راه برای اشتغال جوانان باز بشه. اما ببینیم که واقعیت این قانون چیه. جوانان ما از این قانون نباید درشون توقع زیادی ایجاد بشه. واقعیت این است که این در هر برش زمانی حرف 2300 تا آدمه. اگر این قانون تصویب بشه معناش نیست که فردا فرصت و موقعیت شغلی برای جوانان ما ایجاد بشه. این القاء مطلب نادرست به جوانانه. ما مشکلات جدید در حوزه اشتغال داریم، این مشکلات رو باید برسیم و حل کنیم. جوانان، وقتی ما میگیم در وزارت آموزش و پرورش 120 هزار نیرو اضافه هست، در وزارت نفت 100 هزار نیرو اضافه هست، در شهرداری ها 350 هزار نیرو اضافه هست، در متروی تهران 4 هزار نیرو اضافه هست، در صدا و سیما 12 هزار نیرو اضافه هست، مشکل جوانان ما با حذف یا اضافه کردن 2300 آدم در یک مقطع زمانی حل میشه؟ چرا به جوانانمون راست نمیگیم؟ چرا شعار زده هستیم؟ چرا حرفایی میزنیم که در جامعه توقع ایجاد میکنه؟ ولی محتوای این طرح هرگز نمیتواند خواسته جوانان ما رو برآورده. فقط ما آدرس غلط داریم به جوانا میدیم. من عرض
شرایطی ما میخواییم با این قانون ساختار اداری مملکت رو بریزیم به هم دیگه؟ این چه کاریست که میخوام بکنیم؟ از اجازه بفرمایید ما مطمئنه بهشون رو بشنویم. از این که توجه میکنید به ابراز سازمان متشکر هستم، ممنون هستم، بالاخره یکی تونست توجه شما رو جلب کنه. خب این از ماهیت نمایشی بودن این قانون، اما این قانون خیلی هم بی‌خاصیت نیست. خاصیتش رو از زبان یکی دیگه از اعضای مجلس بشنویم. مد شده که میان بازنشست میکنن، میلیاردی پاداش میدن، بعد برمیگرده. خودتون دیدین در بانک مرکزی 28 اسفندی اتفاق افتاد، 1 میلیارد و خورده پاداش گرفت، دوباره برگشت. بدونین مشکلات ما ایناست، به خاطر این قانون است. هم کارای من هم ترازه میتونه برگرده، اینا ما باید حلش بکنیم. بله، خاصیتش و تنها خاصیتش اینه که همون حقوق بگیران نجومی رو طبق این قانون بازنشسته میکنن، بعد جیباشون رو با پاداش‌های میلیاردی به خاطر این بازنشستگی پر میکنن. دوباره اونها رو بنابر این قانون دیگه که استخدام نخبگان رو اجازه میده، دوباره با حقوقای نجومی استخدام میکنن. جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار هم برن شاید بتونن به عنوان آبدارچی دفتر اونها استخدام بشن. اگر هم نشودن میتونن برن کولبری، اما دیگه خونشون گردن خودشونه. بله، مردم ایران عاشق چنین حکومتی هستن.